بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به تک سایل ورد مدیا، خوش اومدید. با برنامه دیگه در خدمتتون هستیم. مهمان ارجمندی داریم، مدیر عامل محترم شرکت فرش ماهور. از ایشون میخوام که خودشون معرفی کنن و سلامی عرض کنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. بنده مهدی ضابطی هستم، کوچکترین عضو خانواده نساجی که فکر میکنم حدود 50 و چند سال تو حوزه تولید فعالیت میکنم. خب بخواستم بدونم که جناب ضابطی، شرایط اقتصادی بازار برای واحدهای تولید کننده فرش ماشینی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ واقعیت اینه که ما نگاهمون رو باید به تولید تغییر بدیم. با شرایط قبل و به صورت سنتی تولید کردن دیگه زمانش تمام شده، واقعیت های بازار رو باید پذیرفت. واقعیت بازار ما شرایط اینه، با توجه به آماری که الان وجود داره عرضه بیش از تقاضا هستش. روی کرده ما باید تفاوت بکنه نسبت به قبل. بازارهای جدید رو باید مد نظرمون باشه، صادرات رو باید در نظر بگیریم و فعالیت تو حوزه های جدیدی که حالا به صورت حالا اخصش نانو هستش، استفاده از نانو تکنولوژی در تولید و عرضه به بازار. جناب ضابطی، این عدم برابری عرضه و تقاضا، آیا احتمال این هست که به خاطر واردات بیش از حد و یا اصلا میخوام بدونم بحث قاچاق توی این مسئله به وجود میاد؟ میخوام بدونم این عدم توازن در بازار به خاطر چیه؟ واقعیتش اینه که بحث قاچاق خیلی تأثیری روی فرش ماشینی نداشته و حالا با پیگیری‌هایی هم که شده تا چند سال خوشبختانه فکر می‌کنم نسبت به حوزه‌های دیگه نساجی حالا فرش ماشینی خیلی از این برنامه قاچاق آسیب ندیده. و بازار مصرفمون هم این چیزی که حالا به صورت واقعی هستش و چیزی که ما داریم حالا لمسش میکنیم، همین واقعیت بازار مصرف داخلمون همین هستش. ببینید، یه اتفاقایی تو سالهای قبل افتاده بود و به صورت اگه بازاری هم وجود داشت به صورت بازار کاذب بود که حالا دیگه ما اون شرایط دیگه فعلا نداریم و حالا شاید نخواهیم هم اصلا داشت. اینه که فکر میکنم که باید رویکرد تغییر بکنه. چه پیشنهادهایی دارید برای این تغییر رویکردها؟ من فکر میکنم که واحدهای نساجی حالا به خصوص فرش ماشینی دیگه باید دارای استراتژی باشن، بازارهای خودشون رو بشناسن، بدونن چه بازارهایی میخوان پیش رو داشته باشن، مطالعه بازار انجام بدن و بتونن آرندی‌های قوی در کنار خودشون داشته باشن، بازارهای جدید رو بشناسن و بتونن خودشون رو معرفی بکنن. در خصوص این تحقیق و توسعه‌ای که شما فرمودید، میخوام بدونم که اهم فعالیت شما در این زمینه چیا بوده، چگونه بوده؟ ما به صورت حالا خلاصه بگم چند تا کار توی این زمینه انجام دادیم که حالا ماحصل این برنامه آرندیمون بوده. یکی تولید فرش پشم بوده که برای اولین بار توی فرش‌های شونه هزار انجام شده که ما اینو توی نمایشگاه 2016 دموتکس آلمان که تو قالب یه فرش بزرگ، یعنی حالا میشد بگیم بزرگترین فرش ماشینی که با نخ پشم بافته شده که اونجا عرضه کردیم، خب استقبال خیلی خوبی هم ازش شد. شما توی به اصطلاح نمایشگاه‌های بین‌المللی حضوری که داشتید کجاها بوده، چطور بوده و چه بازخوردی داشته، چجوری جنس ایرانی بهشون معرفی شده؟ این نمایشگاه داخلی که حالا ازش بگذاریم، تو نمایشگاه خارجی، نمایشگاه 2015 ایتما که حالا هر 4 سال یک بار انجام میشه شرکت کردیم و محصولات نانمون رو که حالا تو تعریف‌های مختلف هستش اونجا ما عرضه کردیم و خب با استقبال هم مواجه شد. توی نمایشگاه دموتکس هم حالا از فرش پشم هزار شونمون رونمایی کردیم که اونجا خوب بود، استقبال خوب بود و تونستیم یه بازارهای جدید رو پیدا بکنیم و ارتباط اون رو حفظ کردیم که انشالله بتونیم به نتیجه برسونیم کارو. جناب مهندس، خب به هر حال ما توی دوره گذاری از تحریم قرار داشتیم. میخوام بدونم که در دوران پسا تحریم شاهد چه تغییر عمده‌ای در رونق تولید بودید؟ ببینید، هرچند این تغییر سرعتش خیلی کمه ولی خب مشهود هستش، حالا هم در بازار داخلی هم در بازار خارجی. ارتباط ها بیشتر شده توی بازار خارجی، حالا تو بازار داخلی با یه شیب خیلی کند مردم رغبت پیدا کردن برای خرید کردن و بازار خارجی میبینید ارتباط ها برقرار هست ولی خب
سازوکار هنوز معیوب هستش، یعنی کارا اونجوری که باید انجام بشه هنوز نشده. بعد جامعه مهندس، با توجه به این تعاریف و توصیفایی که شما داشتید، میخوام بدونم که در زمینه صادرات چه شرایطی وجود داره، به چه صورتی میبینید و خودتون چه صادراتی داشتید، چطور بوده؟ ما حدوداً 60% محصولاتمون صادر میشه. حالا بیشتر صادراتون هم کشورهای حالا همسایه هستش، در این بگیرد که کشورهای عضو CIS هستش، بعد بازارهای جدیدی که برای خودمون تعریف کردیم و حالا فعال هم هستیم، یکی بازار آمریکا هستش، خب یه بازار خیلی بزرگ و پهناوری هستش و خیلی میتونه مثمر ثمر باشه. اروپا هستش. یعنی با توجه به تعریفی که حضرت عالی میفرمایید، این صادرات میتونه که فرش ایران رو تبدیل به یک برند معتبر در کل دنیا بکنه. فرش ایرانی الان معتبر هستش. حالا من نمیخوام خیلی ورود کنم به حوزه فرش دستباف که اصلا دو تا حوزه از هم جدا هستش. ولی کلا ایرانو به عنوان فرش دستباف و یا حالا پرشین کارپت میشناسن. نقشه ها همه نقشه هایی که به عنوان نقشه ایران هستش. حالا اگه کشورهای دیگه هم تولید میکنن ولی به عنوان ایرانی نقشه ها رو میشناسن. و جای ما خب خیلی خالی بوده توی بازارها، حتی بازارها خب خیلی بازارهای پهناور و خوبی هم هستش برای کشور، که فکر میکنم بالا ظرف این یکی دو سال اگر حالا بتونیم شرایط خوبی رو داشته باشیم، فرصت خیلی خوبیه. این شرایط خوب مستلزم یک سری نوآوری ها و خلاقیت ها در تولید به اصطلاح فرش های خاصه. شما اشاره کردید به فرش نانو. میخوام بدونم که فرش نانو رو از کجا شروع کردین؟ اصلا چطور بود ایدهش؟ چه خاصیتی داره؟ جدا از این توضیح میدم خدمتتون. جدا از این حالا فرش های خاصی که ما تولید میکنیم، مدیریت این شرایطی که الان هست خب خیلی مهمه. ببین مدیریتش رو خب کشور باید انجام بده. ما الان توی شرایط خیلی خاص و یه برهه‌ای هستیم که میتونه کشور رو واقعا تکون بده به شرطی که حالا خوب مدیریت بشه. تو زمینه فرش‌های خاص هم ما فرش‌های ضد آتش حالا تولید کردیم و تولید صنعتیش هم انجام شده، که فرش‌های ضد آبولک هستش. و این یعنی که تکمیل این فرش‌ها توسط خود بله داخل شرکت داخل انجام میشه. بله که انحصاراً هم حالا توی این شرکت انجام میشه. پس انحصاری. جناب آقای ضابطی عزیز، میخوام بدونم که واحدهای تولید کننده فرش با توجه به شرایط موجود با چه روی کردی باید پیش برن که بتونن موفق باشن، حالا در امر تولید، در امر صادرات و کلا؟ ببینید یه مشخصش ارتباط با دانشگاه هستش و حفظ کردن، کم کردن این فاصله که حالا تا این چند سال به وجود اومده. عرضم به خدمت میدونم که داشتن استراتژی هستش و خب شرایط تغییر کرده، تکنولوژی حالا خیلی رشد کرده تو زمینه حالا فرش ماشینی که خب تکنولوژی هم داخل هم به روز هستش. خود شرکت ها هم باید رویکردشون تغییر بکنه و تعریف خوب برای خودشون داشته باشن، برنامه داشته باشن. جناب ضابطی، به هر حال شما خودتون تحصیلات عالیه رو داشتید. می‌خواستم بدونم که الان توی موضوعاتی که داشتید مطرح می‌کردید، بحث ارتباط با دانشگاه رو عنوان کردید. می‌خوام بدونم که آیا خودتون این ارتباط رو دارید، یعنی صنعت رو به دانشگاه و دانشگاه رو به صنعت نزدیک کردید یا نه؟ ببینید چی که واقعیت وظیفه ما بوده به عنوان حالا یک شرکت تولیدی، اون کارو ما انجام دادیم و خیلی استفاده سودمندی از ارتباطی که با نیروهای دانشگاهی و خود دانشگاه داشتیم و بردیم. ما خب خیلی سال بود که صادراتمون تک محصولی بود، یعنی خب یه صادرات مشخصی. میخوام بدونم که صادرات غیر نفتی میتونیم روی صادرات فرش هم حساب باز بکنیم با توجه به توضیحاتی که دادید؟ ببینید فرش ماشینی همیشه جایگاهش توی صادرات غیر نفتی خوب بوده و فکر میکنم که الان تو سال 95 هم جهش خیلی خوبی داشته باشه برای الان شرکت هایی که رویکرد صادراتی دارن و میتونه خیلی بهتر از این باشه. حالا توی صحبت قبلیم که عرض کردم خدمتتون، اگه اون حمایت های لازم انجام بشه و صنعت فرش ماشینی پوست اندازی کرده، خب
به روز شده، تکنولوژیش به روز، نیروهای متخصص داریم، تولید کننده های خیلی خوب داریم و اگه خوب مدیریت بشه ما میتونیم سهم خیلی خوبی رو از بازار صادراتی و اصلا تو ساعت دنیا داشته باشیم برای کشور. ایشالله که این حمایتی صورت بگیره. فقط یه مطلب دیگه جناب آقای مهندس، میخوام بدونم که آیا ما رقیبی میتونیم احساس بکنیم در بحث تولید فرش ماشینی در کل دنیا و چه پیشنهادی میتونید داشته باشید؟ ببینید این صنعت چون الان صنعت وارداتی هم هستش، خب رقیب ما داریم، ولی تو زمینه داله تولید فرش‌های کلاسیک فکر میکنم ایران بی رقیب هستش. میتونید رقیبا رو بگید که عموما چطور هستش؟ ببینید بلژیک، ترکیه، مصر، خب اینا حالا و خود ایران، این چهار تا کشوری هستن که همیشه نسبت به کشور دیگه خب سطح فعالیتشون خیلی بالاتر بوده. خود بلژیک هم خب چون تولید کننده ماشین‌آلات این صنعت بوده خب جایگاه خیلی خوبی داره، ولی به لحاظ شرایط خاصی که خب کشور اروپایی دارن و تولید و هزینه بالایی که برای تولید پرداخت میکنن، فکر میکنم که الان ما شرایط خوبی داریم. خیلی ممنون. فقط جناب ضابطی میخواستم که اگر به عنوان حسن ختام مطلبی هست، کلام پایانی در واقع به قول گفتنی اگر هست بفرمایید، ممنون میشم. خواهش میکنم. ما به عنوان تولید کننده حالا خب شرایط خیلی کلن تولید شرایط خیلی سختی رو گذرانده تا این چند سال. تولید کننده واقعیتش اینه که نمیتونه مانند حالا نیروهای واکنش سریع اگه بخوام مثال بزنیم دائم تو شرایط بحران باشه، خب خیلی سخته برای تولید. اینه که حالا امیدوارم که یه مقدار حالا بسترسازی بشه برای تولید، این بحث نقدینگی که حالا کل تولید رو در سطح کشور تحت تاثیر قرار داده رو بتونن مرتفعش بکنن که یه تنفسی هم تولید بتونه بکنه. خیلی ممنون. ایشالله که مورد حمایت قرار بگیره این صنعت. خیلی ممنون که با ما بودید، ما رو نگاه کردید. تو برنامه بعدی با هاتون خواهیم. خدا نگهدار. خیلی ممنون.